43 سال قبل در چنین روزی، یعنی در 31 شهریور سال 59، جنگ ضد میهنی بین عراق و رژیم حاکم بر ایران شروع شد. سوالات خیلی زیادی در مورد جنگ بین این دو تا کشور همسایه که مشترکات فرهنگی و مذهبی خیلی زیادی هم داشتند وجود داره که لازمه حتما بهشون پاسخ داده بشه. دیروز به برخی از این سوالات پاسخ دادیم. در برنامه امروز همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر امور سیاسی، تا به برخی سوالات دیگه در همین زمینه هم بپردازیم. به ویژه این سوالات مشخصاً هم برای آگاهی نسل جوان هست که در جریان وقایع اون زمان نبودن و مشخصاً هم رژیم سانسور بسیار گسترده‌ای رو درباره وقایع و واقعیت‌های اون زمان اعمال کرده. با سلام به شما آقای یعقوبی، خیلی خوش آمدیم به برنامه ما. اولین سوالم اینه که خامنه‌ای تو صحبت‌های یکی دو روز گذشته‌اش که حتماً شما هم در جریانش هستین، گفتش که جنگ باعث شده، یک ترمی هم به کار برد، گفت جغرافیای معنوی رژیمش گسترش پیدا کنه و فرهنگ مقاومت در سطح منطقه جاری بشه. نظرتون چیه؟ آیا این واقعی بود یا حرفاش ادعا بود؟ ضمن سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما برادر گرامی و همچنین حضور بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی، بله، شما دیروز در برنامه بسیار خوبتون به ابعاد و وجوه مختلف جنگ ضد میهنی پرداختید، اما من اجازه میخوام قبل از اینکه به این سوال مشخص شما پاسخ بدم یک نگاهی بکنم به شرایطی که در اون شرایط این جنگ اتفاق افتاد. من نمیخوام زیاد به قول معروف وقت این برنامه شما رو بگیرم، اما یکی دو نکته رو میخواستم عرض بکنم که شاید در پاسخ به این سوال شما هم کمک کننده باشه. ببینید، در ایران در سال 57 یک انقلابی رخ داد که در خاورمیانه و در جهان بی‌نظیر بود و مختصات سیاسی جهان رو داشت تغییر میداد. یک انرژی عظیمی در اون جامعه‌ای که سالها زیر یوغ دیکتاتوری پهلوی بود آزاد شده بود و اگر پاشنه در بر روی توسعه سیاسی پیش می رفت، خب از خمینی و اون ایدئولوژی و اندیشه منفورش هیچ اثری باقی نمی موند. من به یک گفتگوی سرلشکر فیروزآبادی که از همین دایناسورهای نظامی رژیم اشاره میکنم در سال 59 گفته بود که از در همون روزهای اول انقلاب از بچه مسلمان ها فقط 5% در دانشگاه ها باقی موندن، بقیه رو منافقین به زعم اون، یعنی سازمان پرفتار و مجاهدین، اخفال کردن و با خودشون بردن. بنابراین شما میتونید وضعیت اون دوره رو یک مقدار تصور بکنید که شرایط چطور بود و رژیم خمینی که هیچ گونه پایگاه مشروعیت در داخل ایران نداشت، به سبک نظام‌های فاشیستی همونطوری که هیتلر هم گفته بود باید بر کسانی تکیه می‌کرد که واقعاً از قدرت درک و فهم پایینی برخوردار بودند و می‌تونست اینها رو در یک وادی سرگردان در واقع روانه بکنه تا بتونه با کمک اونها رژیمش رو حفظ بکنه، یعنی حفظ نظام از اوجب واجبات. بنابراین این در واقع یکی از اون انگیزه هایی بود که رژیم برای حفظ موجودیت پلید خودش جنگ با عراق رو در واقع نه به لحاظ نظامی، خب آغازگرش همه میدونن، این رو نمیشه انکار کرد که در تاریخ 31 شهریور با بمباران فرودگاه های ایران جنگ آغاز شد، اما هفته ها قبل از اون این داستان در تاریخ ایران کاملا مستند هستش، میشه حتی به صورت روز شمار دید که چطور هیئت عراقی میخواست که از طریق یاسر عرفات و گفتگویی که بین آقای رجوی و هانی الحسن در اون زمان در تهران اتفاق افتاده بود و میخواستن این رو مبنایی قرار بدن که در واقع دو طرف به صلح برسن و مخاصمات از بین بره، اینها رو همه رو رژیم دست رد بهش داد و خود رجایی هم همون موقع در یک مصاحبه گفت که صدام هیئت‌های نمایندگی میفرسته یاسر عرفات رو میانجیگری کرده ولی ما وارد هیچ گونه مذاکره‌ای با رژیم نمیشیم. من این مقدمه رو فقط خواستم بگم که نیاز رژیم برای این جنگ چی بود و البته شما توضیحات کافی رو دادین، اما اون چیزی رو که رژیم ازش به عنوان یا خامنه‌ای ازش به عنوان جغرافیای معنوی نظام، گسترش جغرافیای معنوی نظام اسم میبره، این هم یکی از اون دجالگری‌هایی هستش که فقط از فرهنگ و قاموس آخوندی میاد بیرون. آخر هر بچه محصلی میتونه از این دجال بپرسه که معنویت کجا و جنگ و غارت و کشتار و جنگ افروزی در منطقه کجا. ما میدونیم که در راستای همون سیاست جنگ افروزی
که یکی از پایه‌های اصلی حفظ نظام، سرکوب در داخل کشور و بحران تروریسم در خارج کشور هستش، رژیم به نیروهای نیابتی خودش اونجا کمک‌های بسیار بسیار گزاوی را از سفره مردم برمی‌داره، به اونها میده تا از اونها به عنوان اهرم فشار برای باج‌خواهی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خودش حساب بکنه. این اون چیزی هستش که خامنه‌ای ازش به عنوان معنویت جغرافیای معنوی اسم می‌بره و مردم ایران با تمام سلول‌های خودشون دارن آثار مخرب اون رو در داخل ایران الان حس می‌کنن. نتیجه‌اش کشتار، وحشیگری، سرکوب و فقر و فلاکت برای مردم ایران هستش. بنابراین این یک حرف مفتی هستش که خامنه‌ای در شرایطی داره می‌زنه که ارکان رژیم رو، رژیمش رو، قیام مردم ایران بلرزند. بله آقای یعقوبی، حتما شما خاطرتون هست، حتی خمینی هم مثل همین خامنه‌ای که الان این ترمو به کار برده سر جغرافیای معنوی، یه سری نقل قولا و شعارهای رو دیوارا مینوشتن اون زمان. نمیدونم که مثلا این جنگ نعمته یا این جنگ اگه 20 سال هم طول بکشه ما ایستادیم. و مشخصا هم خود خمینی هدفی داشت پشت سر همه این حرفا، اهدافش هم بسیار ضد ایرانی، ضد ملی و ضد انسانی بود. ولی من مشخصا سوالم سر یکی از حرفایی است که اون موقع زده میشد و الانم بعضا این راهیان نور که به اصطلاح نشون میدن تو تابلوهاشون نشون میده، شعار فتح قدس از طریق کربلا بود. چرا خمینی این شعار رو در جریان جنگ انقدر داد، این حرف رو زد؟ اصلا چه هدفی داشت؟ بله ببینید، این شعار الان اتفاقا پرداختن به این موضوع خیلی مهم هستش، برای اینکه جنگ و مقوله جنگ و اینکه کدوم نیروهای سیاسی موافق و مخالف جنگ بودن الان یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم در جامعه ایران هستش. در نفس این سوال یک حقیقت بسیار بسیار مهمی نهفته هستش که این جنگ به هیچ عنوان جنگ دفاع از ایران نبوده، یک جنگ ملی و میهنی نبوده و اونطوری که رژیم مدعی میشه و حتی پسماندهای نظام سلطنتی قبلی که هنوز سنگ ملیت و میهن پرستی رو به سینه میزنن، بلکه این جنگ همونطوری که اینجا خودشون دارن میگن جنگ بین اسلام و کفر، البته به زعم خودشون بوده. و بنابراین روشن میکنه حتی این حقیقت دیگر رو که مجاهدین خلق به عنوان تنها نیرویی که در اون زمان در اون شرایط پرچم صلح رو به دوش گرفتن چقدر سیاست درست و اصولی رو پیش گرفته بودن. اما شعار قدس از کربلا میگذرد و از این حرفای مفتی رو که الان هزاران بار دارن در واقع پس میگیرن با غلط گفتنهای زیاد در پیشگاه همون شیطان بزرگ و همون به اصطلاح کسانی رو که اینها اون موقع به عنوان نیروهای کفر تلقی میکردن. این همونطوری که عرض کردم، اون 5% از نیروهای هار و نیروهایی که واقعا جز عقب مانده ترین جریانات داخل کشور بودن و هنوز خمینی میتونست روی اینها سرمایه گذاری بکنه و اینها رو با این گونه القاعات مذهبی پشت خودش بکشه و بتونه از اینها به عنوان گوشت دم توپ در واقع به کار بگیره، استفاده بکنه، این فقط کاربرد اینطوری داشت. و ما میدونیم که رژیم در بین نیروهای نیابتی خودش در منطقه، در لبنان، در عراق و در جاهای دیگر از این دست نیروها زیاد داره و این صرفاً به خاطر سرپوش گذاشتن به اون واقعیت جنگ اصلی بود که بین مردم ایران و مقاومت ایران از یک سو و از سوی دیگر با خود کل حاکمیت منحوس آخوندی ارتباط داشت. من باز هم اینجا نقش به واقع اصولی و بسیار میهن پرستانه مجاهدین خلق رو روش انگشت میذارم. موضوعی که الان بعد از حدود 30 خورده سال از اون جنگ میگذره، بسیاری از نیروهایی که اون زمان بر تبل جنگ طلبی، بر تبل جنگ افروزی رژیم در واقع میکوبیدن، الان صلح طلب شدن، در صورتی که مجاهدین به گفته خود شمخانه یکی از سران همین رژیم گفت اینایی که میگن که الان چرا اون موقع ما صلح نکردیم، بعد از خرمشهر حداقل باید ما عقب نشینی میکردیم، صلح میکردیم، هیچ نیرویی بجز مجاهدین خلق، تاکید میکرد که هیچ نیرویی بجز مجاهدین خلق در اون زمان از صلح صحبت نمیکردن. از سوی دیگر چطور میشود با یک رژیمی که در واقع هر سو نسل مردم ایران رو به باد داده و دشمن اصلی و
دشمن مشترک همه ملیت‌ها و خلق‌های ایران هستش، در جنگ بود و در این حال این ادعا رو کرد که باید زیر پرچم و زیر فرمان همین رژیم هم به دفاع از جنگی پرداخت که در واقع الان خود سران رژیم با عناوین مختلف با ادبیات مختلف مدعی هستن که اون جنگ به معنای واقعی نقطه حیات رژیم بود. همین مقوله راهیان به اصطلاح نور رو شما تأکید کردید. خود خامنه‌ای در سال 96 در یک سخنرانی که در مقابل اینها کرده بود میگفت که اون جنگ یک موضوع حیاتی برای ما بود، به مساوی نفس کشیدن بود. یعنی اگر در اون زمان جنگ نبود ملت نمیتونست نفس بکشه، که البته ملت اسم مستعار خود همین رژیم منحوس آخوندی هست و در واقع ملت میمرد، یعنی نظامش میمرد. بنابراین این شعارها به جز یک سری الغاءات ارتجایی برای اینکه نیروهای سرکوبگر خودش رو سرگرم بکنه و در تنور جنگ بتونه ازش استفاده بکنه، هیچ بهره برداری دیگه نمیتونست داشته باشه. بله آقای یعقوبی، الان شما به نقش سازمان مجاهدین یه اشاره‌ای کردین درباره صلح و نقشی که در اون فضا داشت، که همه میگفتن که آقا به جنگ ادامه بدیم، ولی سازمان مجاهدین مرتب تاکید میکرد که راه حل این وضعیت، راه حل ایران صلح کردن هست. میخواستم نظرتون رو و پاسختون رو درباره یه اتهامی که به مجاهدین میزنن که میگن به عراق رفتن و سربازان ایرانی رو کشتن بپرسم. ببینید، خب اولا که این موضع‌گیری مجاهدین در قبال جنگ به معنای واقعی یکی از افتخارات سازمان مجاهدین هستش که در تاریخ ایران باید ازش اسم برد. این مشابه این رو میشه حتی در جنگ جهانی دوم دید. اونهایی که به تاریخچه آلمان و جنگ جهانی دوم مطلع هستن دقیقا میتونن این تشابه رو اونجا ببینن که اندک نیروهای وطن پرست اون زمان بودن که در مقابل هیتلر واستادن، گفتن که جنگ واقعی این نیست بلکه جنگ واقعی بر علیه فاشیسم هستش. مجاهدین از همون زمان با درایت و تیزهوشی و ذکاوت بیش از حد رهبری مجاهدین در زمانی که هنوز خمینی رو به قول معروف در ماه میدادن بعضی ها، اومد پرچم صلح رو به دست گرفت و به ویژه بعد از عقب نشینی نیروهای عراقی از خرمشهر گفت که این جنگ دیگر مشروعیت ندارد و جنگیدن در جبهه های جنگ به معنای واقعی برای حفظ نظام و به سود حفظ نظام آخوندی هستش. این یک موضع‌گیری بسیار بسیار دقیق بود. اما اینکه مجاهدین در عراق جنگیدن، حاصل اون چی شد؟ حاصل اون این شد که جنگی که به معنای واقعی بعد از یک سال میتونست تموم بشه و خمینی با لطایف الهیل و با دجالگری این رو 8 سال ادامه داد و 4 میلیون انسان رو آواره کرد، 2 میلیون انسان رو به کشتن داد و 1000 میلیارد دلار خسارت در اون زمان به اقتصاد ایران وارد کرد، مجاهدین خلق به معنای واقعی ماشین جنگ و سرکوب رژیم رو نابود کردن و اونطوری که خود خمینی مجبور به اعتراف شد، زهر آتش بس رو به کام این به حلق این فرو کردن. این یکی از افتخارات مجاهدین هستش. و البته خب نیروهای میهن پرست قضایی و جریاناتی که همه چیز رو از مردم میخوان، همه مردم رو چپاول میکنن، فقط اینا رو دنبال نخودسیای نمیدونم خاک و وطن پرستی کذایی میفرسن، اونها در همون زمان مدعی بودن که میتوان رفت و با همین رژیم در جنگ شرکت کرد. جنگی که همونطوری که خودتون دیروز در برنامه تو به درستی توضیح دادید و من هم الان نکاتی رو گفتم که منبع حیات و منبع تنفسی رژیم بود. یعنی اگر این جنگ نبود، به گفته خود خامنه‌ای، رژیم میمرد، رژیم اصلا منفذی برای نفس کشیدن نداشت. بنابراین ایستادگی در مقابل اون جنگ یعنی دقیقا ایستادگی در مقابل رژیم و پای فشاری بر اصول و بودن در جبهه خلق بود، که این یکی از افتخارات مجاهدین خلق هستش. تاریخ در آینده بیشتر در مورد این خواهد نوشت، زمانی که ابرهای تیر و تار با سرنگونی این رژیم کنار بره. بله، با سپاس از شما آقای مهندس یعقوبی، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین. تشکر میکنم از توضیحات بسیار شامل و منسجمتون. شما به طور واقعی همین موضوع جنگ که الان شما هم اشاره کردین که در آینده باید ابرها کنار بره، یکی از جعبه‌های سیاه جنایت‌های این رژیم هست که بیشتر باید بهش پرداخته بشه. با سپاس مجدد از شما و تشکر به خاطر حضورتون در برنامه امروز ما. درود و سپاس از شما به خاطر دعوتی که از من به عمل آورد. خدا نگهدار.